از پیامبرانی که داستان زندگی و رسالت اون در کتاب‌های آسمانی با جزئیات نقل شده، لوط نبی و مردمان هم دوره اون هست. به گفته تورات، اونها عمل بسیار زشت همجنس بازی را انجام می دادند و به گفته قرآن، اونها مرتکب گناهی می شدند که پیش از اونها هیچ کس به روی زمین و این وسعت انجام نداده بود. اما داستان اصلی لوط پیامبر چیه و چطور با مردم زمان خودش زندگی می کرد؟ رابطه لوط و ابراهیم نبی چطور بود و چرا ابراهیم با فرشتگان بر سر بخشش همشهری های لوط بحث و جدل کرد؟ ما برای پیدا کردن پاسخ سوال هایی که در غار تنهایی از خودمون می پرسیم تحقیق و مطالعه می کنیم. سفری به دنیای اسرارآمیز درون و راز و رمزی که در لابلای صفحات کتاب ها نهفته شده به ما کمک می کنه که خداوند یعنی حقیقت و معنای زندگی رو بهتر بشناسیم. برای اینکه در این سفر اکتشافی با ما همراه باشید، لطفاً کانال قار رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو فشار بدید. لوط پیامبریه که مردمانش بر اثر انجام گناهان بزرگ عذاب شدند. او هم دوره ابراهیم و از خویشاوندان او بود. لوط از اولین کسانی بود که به یکتاپرستی ابراهیم ایمان آورد و همراه او از بابل مهاجرت کرد. لوط از سوی خداوند مأموریت پیدا کرد که به معتفکات بره و مردم اون سرزمین رو به یکتاپرستی دعوت کنه. معتفکات سرزمینی در فلسطین امروزی بود که در کتاب‌های مقدس از مردمان اون چهره بسیار منفی گزارش شده. نقل شده که اونها علاوه بر همجنس بازی به راهزنی و آزار و اذیت مهمانان و مسافران هم می پرداختند. اما داستان این گناه چی بود و چرا و به چه صورت شروع شد؟ در کتابی از قرن 13 اینطور نقل شده که شهر معتفکات بسیار سبز و پر از میوه بود. کاروان‌ها به هنگام ورود به این شهر از میوه‌های این سرزمین که روی درختان بود استفاده می‌کردند. با اینکه میوه‌ها بیش از نیاز و مصرف مردم شهر بود، اما آنها خصاصت می‌کردند و از این موضوع که کسی از محصولات درختان سرزمینشون استفاده کنه، ناراحت و عصبانی می‌شدند. بنابراین دنبال راه چاره‌ای بودند و اینجا بود که شیطان از ضعف اونها که خصاصت کردن بود استفاده کرد و خودش رو به صورت پیرمردی مصلح درآورد و پیش اونها رفت و گفت کاری رو به شما پیشنهاد می کنم که اگه اون رو انجام بدید دیگه کسی به شهر شما وارد نخواهد شد. گفتند پیشنهاد تو چیه؟ گفت هر کس که به شهر شما وارد شد به او تجاوز کنید و لباسهاش رو بگیرید. مدتی بعد شیطان خودش رو به صورت یک نوجوان زیبا درآورد و در حالی که لباسهای گران قیمتی هم پوشیده بود در اون شهر جلب توجه می کرد. او در این حالت خودش رو در اختیار اونها قرار داد. مردم شهر هم کارهایی که شیطان به اونها توصیه کرده بود را انجام دادند و از اون لذت بردند و به این ترتیب تمایل به مردان پیدا کردند. از اون به بعد مردان یکدیگر را بی نیاز می کردند و زنان هم که شرایط را اینطور دیدند با همدیگه به همجنس بازی پرداختند و از مردان بی نیاز شدند. مدت طولانی نگذشت که این عمل زشت در بین مردم شهر رواج پیدا کرد. کمتر رهگذری بود که به این شهر وارد بشه و در دست اونها اسیر نشه.
به همین خاطر کاروانهایی که در دام این مردم می افتادند، وقتی در سر راهشون به حضرت ابراهیم می رسیدند، پیش اون از اونها شکایت می کردند و این طور بود که خداوند از طریق ابراهیم لوط رو مأمور هدایت این مردم کرد. در قرآن آمده که لوط به اونها گفت آیا خودتان را کنترل نمی کنید؟ من فرستاده ای امانت دار از سوی پروردگارتان هستم. از نتیجه کار خود بترسید. از خدا پیروی کنید و از این کار خود دست بردارید. گفته شده هرگاه مردی به دست این مردم گرفتار می شد لوط اون را نجات می داد. لوط 30 سال در بین اونها زندگی کرد، در میانشان ازدواج کرد و صاحب چند دختر شد. عملهای زشت مردم شهر سالها به طول انجامید و به صورت یک فرهنگ در جامعه اونها پذیرفته شد. فرهنگی که مورد قبول اکثریت بود و هر کس که با اون مخالفت می کرد مورد توهین و تحقیر قرار می گرفت و به اون برچسب زده می شد. در قرآن آمده ولی پاسخ مردمش غیر از این نبود که گفتند خاندان لوط را از شهر بیرون کنید، چرا که آنها مردمی هستند که به پاکی تظاهر می کنند. شاید پاسخ اونها نشان دهنده این باشه که در یک جامعه وقتی که فرهنگ غالب به سمت بی اخلاقی رایش پیدا میکنه و تابوها شکسته میشن، هر کس که بخواد خلاف جهت رودخونه شنا کنه به اون برچسب زده میشه و توسط جامعه طرد میشه. شاید این موضوع رو در جوامع امروز و اتفاقا در همین گرایشات به هم جنس گرایی بشه به خوبی مشاهده کرد. امروز کار به جایی رسیده که هر کس به آزادی و تبلیغ همجنسگرایی اعتراضی بکنه به اون برچسب‌های مختلفی مثل همجنسگرا هراسی زده میشه و به زودی اونها رو در شمار بیماران روانی قرار میدن. شاید این موضوع نشون دهنده تکرار شدن تاریخ باشه. اما در نهایت چه اتفاقی برای این مردم افتاد؟ روزی ابراهیم چند مرد را دید که به خانه او آمدند. ابراهیم طبق معمول مهمان نوازی کرد و برای اونها از دامهای خود کبابی تهیه کرد. اما زمانی که دید اونها به غذا دست نمی زنند، ترسید و از اونها پرسید که شما کی هستید؟ اونها پاسخ دادند که ما فرستادگان خداوند هستیم. ابراهیم پرسید برای چه آمده اید؟ و پاسخ دادند که مردمان شهر لوط صبح دم دچار عذاب بزرگی می شوند و خودشان به همراه سرزمینشان نابود خواهند شد. ابراهیم که خیلی از این موضوع ناراحت شده بود شروع به مجادله و بحث با اونها کرد و از اونها خواست که از خداوند برای اون مردم طلب بخشش کنند و وقت بیشتری بگیرند. اما اونها گفتند که این تصمیم غیر قابل تغییره، چرا که این مردم دیگر هیچ تغییری نمی کنند. در قرآن و تورات اومده که با ورود این فرشتگان به شهر، مردم شهر به دنبال اونها افتادند تا بتونن از اونها هم کامجویی کنند. فرشتگان به لوط گفتند که به مؤمنان بگو و خودت هم همراه خانوادت شبانه از شهر خارج شو، به جز همسرت که او هم در گناه مردم شهر سهیم بوده است. طبق روایات کتاب مقدس و قرآن در اون شهر بارانی از سنگهای گوگردی بر سر مردم بارید و زمین از هم گسیخت. از نشانه ها این طور برمیاد که این شهر توسط یک انفجار آتش فشانی نابود شده. در این ویدئو دیدیم مردمی که برای اولین بار به صورت عمومی چنین گناهانی رو در جامعه رواج دادند، به خاطر واکنش طبیعی کارهاشون گرفتار فاجعه‌ای طبیعی شدند. شاید بشه اینطور برداشت کرد که این حادثه بزرگ تنها واکنش طبیعت و انرژی‌های معنوی به گناهان و فرکانس‌های منفی مردم اون شهر بود و
و میتونه در هر زمانی و برای هر مردمی که انرژی های منفی رو گسترش بدند اتفاق بیفته.